سلام شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه فراسو. پرونده جنایات رژیم آخوندی علیه مردم ایران و نسل‌های پی در پی که در این 40 و چند سال توسط خمینی و خامنه ای کشتار شدند، موضوعی که به هیچ وجه قابل گذشت نیست و جزی از نبرد برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنه. در صدر این جنایات قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 قرار داره که بیش از 90% از قتل عام شدگان از مجاهدین خلق ایران بودند. از این رو فعالان مقاومت ایران با تلاش‌های شبانه روزی صدای دادخواهی مردم ایران رو به گوش جهانیان می‌رسونند. در برنامه امروز فراسو می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به یکی از این کارزارها در نیویورک. میهمان ما خانم شیرین نریمان از زندانیان سیاسی دهه 60 و از فعالان این جلسه در نیویورک هستند. سلام بر شما و خیلی خوش اومدید. درود بر شما. خیلی ممنون از اینکه به من این فرصت رو دادین که در کنارتون باشم. برای اجازه بدین قبل از اینکه به سوالات بپردازیم، گزارش کوتاهی از همین کنفرانس رو با هم ببینیم و بعد من سوالاتم رو خدمتتون مطرح میکنم. روز جمعه 5 آبان 1402 کارشناسان ارشد حقوق بشر از جمله گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران و یکی از اعضای گروه کاری سازمان ملل در مورد ناپدید شدن‌های اجباری در کنفرانسی در نیویورک که به ابتکار سازمان عدالت برای قربانیان قتل عام 1367 در ایران برگزار گردید شرکت کردند و از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا بر ضرورت حسابرسی از آمران و عاملان قتل عام 67 و نفی فرهنگ مسئولیت تاکید کنند. پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، دکتر گراژینا بارونوتسکا عضو کارگروه ملل متحد در مورد ناپدید شدن اجباری، سفیر استفان رات سفیر پیشین ایالات متحده برای عدالت کیفری جهانی، پروفسور ملانی اوبراین رئیس انجمن بین المللی دانشمندان علیه نسل‌کشی و آنا سامی وکیل و نماینده سازمان عدالت برای قربانیان قتل عام 67 در ایران سخنرانان این کنفرانس بودند. شماری از نمایندگان چند کشور عضو مجمع عمومی ملل متحد و نمایندگان رسانه‌های گروهی آمریکایی و بین المللی در این کنفرانس حضور داشتند. خب خانم نریمان، اولین سوالم از شما اینه که مضمون اصلی بحث‌ها در کنفرانس نیویورک چی بود؟ خب اگه بخوایم که در یک کلمه بگیم حسابرسی، به این منظور که باید در این جنایت‌ها، جنایتی که در دهه 60 به خصوص در 67 اتفاق افتاد، در جایی ثبت بشه، در ارگان‌های بین‌المللی، در دادگاه‌های بین‌المللی باید ثبت بشه تا بشه در آینده تک تک این افرادی که شریک جرم بودن و کسانی که این جنایت رو، این جنایت‌ها رو انجام دادن مورد حسابرسی قرار بگیرن، در دادگاه‌ها بتونیم اونها رو به دادگاه‌ها بکشیم، به دادگاه‌های بین‌المللی بکشیم. و این مسئله بسیار مهمیه. وقتی که مسئله حسابرسی مطرح میشه، یعنی این که بالاخره اون افرادی که این جرائم رو این انجام میدن باید در فکر این باشن که در جایی، در منطقه، در لحظه‌ای باید بیان در دادگاه های بین‌المللی جواب بدن و این باعث میشه که یک مقدار در ادامه کشتارهایی که داره و متاسفانه خشونت هایی که در ایران انجام میشه بتونه جلوی یک مقدار این رو گرفت. ببینین اون چیزی که در تابستان 67 در چندین هفته اتفاق افتاد واقعا یک جنایت علیه بشریت هستش و این باید در تمام ارگان های بین المللی ثبت بشه. مدت ها بود که سعی میکردن که حتی اسمش رو نیارن، یا وقتی هم که بعد از پافشاری اسم قتل عام 67 اومد، اون صحبت اومد که فراموش کنیم، گذشته بود، ببخشیم،
و بعد خانواده ها و ایرانیان و مردم غیور در برابرش ایستادن و گفتن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. و این باعث شد که اون چیزی که رژیم ازش وحشت داشت که مسئله حسابرسی و دادخواهی به وسط بیاد اتفاق افتاد. حالا باید این رو با تمام کوششی که میتونیم انجام بدیم، با هر امکانی که داریم سعی کنیم در تمام ارگان‌های بین المللی این رو به ثبت برسونیم. و این جای خوشبختی داشت که آقای جاوید رحمان در اون شرکت کردن و در این رابطه، در رابطه با قتل عام 67 که خیلی هم ایشون احساس خیلی قوی نسبت بهش دارن، در اون درباره اون صحبت کردن و به نظرم یکی از بهترین جلساتی بود که میتونست باشه، چون به ایش ترتیب ما میتونیم این لغو مسئولیتی که سران رژیم دارن و برای خودشون همه جا میرن، مثلا ببینین رئیسی وارد سازمان ملل شد بدون اینکه دستش، که واقعا یک جنایتکاره و خب این خودش خیلی باعث واقعا بی احترامی به مردمی که جانشون رو از دست دادن برای آزادی، برای اصلا یه سری آدمای معمولی که به دست رئیسی جنایتکار کشته شدن ولی به سازمان ملل میره. ولی وقتی که یک همچه قوانینی ثبت بشه و بمونه در اینجور سازمان های بین المللی، باعث میشه که نتونن به راحتی وارد کشورهای اروپایی یا غرب و کشورهای آمریکایی بشن یا حتی سراسر دنیا مسافرت بکنن و بدون اینکه برای کاری که انجام دادن مورد مؤاخذه و یا مورد حسابرسی قرار بگیرن. و این فکر می‌کنم که یکی از مهمترین مسئله‌ای بود که این جلسه در برداشت. آیا صحبت‌ها و بحث هایی که در این کنفرانس شد بیشتر بار حقوقی داشت یا سیاسی؟ من فکر میکنم که بیشتر بار حقوقی داشت. ببینین، البته خب سیاسی هم حتما، بالاخره رژیم این نیستش که خیلی خوشش بیاد از یک همچین جلساتی. داره میلیون ها دلار در همه خیابون های کشورهای اروپایی آمریکایی خرج میکنه، پس بنابراین زیاد دوست نداره. اما فکر کنم به خصوص حضور خود آقای استفان راتس که ایشون سفیر حقوق به اصطلاح جنایت های جنگی در دوران اوباما بودن و بسیار مطلع هستن از حقوق، از جنایت های جنگی در رواندا دادستان بودن، در سیرالیون دادگاه‌های بین‌المللی سیرالیون دادستان بودن. حضور خود ایشون به تنهایی من فکر می‌کنم که مسئله خیلی مهمی و بار حقوقی و خیلی سنگینی داشت. با ثبت تمام این جنایت، به خصوص مثلا در نظر بگیرین، چون اشاره‌ام کردم به دادگاه سوئد حمید نوری، اینجور دادگاه ها تمام این مدارک ثبت میشه و اسامی ثبت میشه و جایی میشن، منبعی میشن برای آینده، برای دادگاه های آینده که میتونن بهش رجوع بکنن و اونها رو از اونها استفاده بکنن و در دادگاه های آینده استفاده کنن. و همین و بقیه سخنرانان، خود خانم باروتسکا که بالاخره در حالت در به اصطلاح افراد ناپدید شده تخصصشون هستش، خیلی اینها مهم هست چون اینا مراجع قانونی و بین المللی هستن و همه ثبت اینها همه بسیار مهم هستش. دوباره میگم برای جنبش دادخواهی، برای اینکه ما بتونیم در آینده تک تک این افراد رو به پای میز محاکمه عادلانه بکشونیم و بین المللی که مردم ببینن و همینطور که باعث بشه که نه تنها در ایران این جنایت ها اتفاق نیفته، بلکه برای در سراسر کشورهای دنیا این اتفاق نیفته و افرادی که این جرایم رو انجام میدن بدونن که یک روزی مورد بازخواهی و قرار میگیرن و باید جوابگوی اعمال خودشون باشن. برای شما در صحبتاتون به اهمیت صحبت‌ها و مواضع آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اشاره کردین.
اجازه بدین قسمتی از صحبت‌های ایشون رو ببینیم، بعد من سوالاتم رو ادامه بدم. The mass executions of 1988 have been followed by the state authorities' refusal to publicly acknowledge these killings or to disclose in some measure the fate of those killed and the location of their remains to victims' families, and subjecting these families to threats, harassment, intimidation, and attacks. There has been a determination on the part of the Iranian government to hide these massacres through false narratives and statements, distortion of historical data, and active harassment of survivors and family members of the victims, as well as by hiding the evidence, such as by the destruction of mass graves. Systematic concealment of the fate of the victims, not providing the location of their remains, or not providing family members information about the causes of death is deeply troubling. Such concealment, in my judgment, also constitutes enforced disappearances and a crime against humanity. The massacres resulting in the summary and arbitrary executions, as well as enforced disappearances, have been a source of very serious concern for my mandate, as well as several other UN special procedures. And just to give you some examples, in 2017, my predecessor, the late, great Asma Jahangir, خانم نریمان، آقای جاوید رحمان در صحبتشون اشاره داشتند به حملات به خانواده‌های قتل عام شدگان سال 67 و اینکه این ادامه پنهانکاری ناپدید شدگان اجباری و جنایت علیه بشریت هست. سوالم اینه که تجربه خود شما به عنوان یک زندانی سیاسی سابق چیه و رفتار رژیم با خانواده‌های اعدام شدگان چطور بوده؟ همونطور که ببینید من در دهه 60 زندان بودم و در اون موقع لاجوردی بارها از قول خانواده خودم و اقوامم میگم که به اونها گفته بودن که کشتن بچهای شما فی سبیل الله هستش و از قرآن کد می آورده براشون و اینکه اگر ما کم کشتیم اشتباه داریم میکنیم. اینو بارها من نه تنها از افراد خانواده خودم بلکه از مادرانی که در سر مزارها می دیدمشون شنیدم. رژیم حتی در اون موقع تحمل دیدن سنگ قبرهای این عزیزان رو نداشت و به طور مداوم انگار یک گروهی گذاشته بود که میمدن و این سنگ ها رو میشکندن. پس این رژیم همیشه سعی در این داشته که اون مقاومتی که بین خانواده ها و اون دادخواهی که بین خانواده ها هست و از هم بشکنه و نذاره که یک اتحادی بین خانواده ها باشه و باعث بشه که این تا اونجایی که میتونه اون اثراتی که از جنایت هایی که کرده رو کمرنگ بکنه یا محو و نابود بکنه. در محاکمه حمید نوری دیدیم که از گروه سازمان های بین المللی که اومدن گزارش دادن از گروه های دست جمعی که در سراسر ایران وجود داره، در کنار زندان هایی که مثل شیراز و رشت و اهواز و جاهای دیگه که گروه های دست جمعی وجود داره و رژیم بسیار سعی کرده که اونها رو از بین ببره. خب چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه یک مسئله خیلی مهمی که هستش، گفتم که سعی کرد که این مسئله رو ببره جلو که فراموش کنیم و ببخشیم. بعد که این دید که مردم حاضر نیستن که نه فراموش کنن نه ببخشن، اومد گفت اصلا تعداد اونقدری نیستش که ادعا میشه. تعداد یک اندکی هستش در سراسر کشور، شاید 4000 نفر. و چنیدیم از مزدورانی که در کتابهای خودشون میان در این رابطه می نویسن. واقعا دارن روی خط وزارت اطلاعات میرن جلو. ولی شما در نظر بگیرین که وقتی که این تعداد اومدن و مقاومت ایران همیشه گفته که بالای 30,000 نفر و من واقعا خودم هم با تجربه شخصی که از حجم
زندانیان در زندان داشتم و از تعداد کمی که زنده موندن واقعا فکر می‌کنم اعداد و ارقام خیلی بیشتر از اونی هستش که ما تصور می‌کنیم. من خودم در تماس بودم با خانواده هایی که یا افرادی که با من تماس گرفتن و به من گفتن که ما یه خانواده رو میشناسیم که همه بچه‌هاش اعدام کردن، پدر مادرم فوت کردن و اصلا نمیدونیم تمام خانواده از بین رفته، پس یعنی تمام خانواده دیگه دادخواهی نداره. ولی آیا بودن یا نبودن؟ بودن. برای من رژیم داره سعی میکنه تا اونجایی که میتونه این ارقام رو کم بکنه و این گروه های دست جمعی رو تا اونجایی که میتونه از بین ببره. خوشبختانه در دادگاه حمید نوری شنیدیم که به این مسئله اشاره شد که گروه های دست جمعی بسیاری وجود داره و بسیاری هستن که اصلا توی جنگل های شمال دفن شدن. بعضی زندان ها حتی یک نفر از توی زنده بیرون نیومده. خب اینا همه برمیگرده به اون جای حسابرسی و آقای جاوید رحمان هم و تمام کسانی که در این سازمان ها کار میکنن به خوبی به این مسئله واقف شدن که چنین گروه های دست جمعی وجود داره، ارقام درست نیست، ارقام بیشتر از این حرف ها هستش و مسئله حسابرسی اینجا مهمتر میشه. برای اینکه دستاندرکاران تعدادشون بیشتر هستش، افرادی که بعد از این کشتار هر کدوم ترفیع مقام هم پیدا کردن، در بعضی جاها میبینیم که حتی تبدیل شدن به اصلاح طلبان امروزی. خب پس شما فکرشو بکنین که چقدر این مسئله مهمه. برای اینکه ما نگذاریم که این جنایت هایی که اتفاق افتاد به خصوص در دهه 60 و به خصوص در تابستان 67 فراموش بشه و این اون چیزی هستش، اون امری هستش که آقای جاوید رحمان کاملا بهش واقف هستش و روی اون انگشت میگذاره و روی اون فشار میاره و سعی خودش رو داره میکنه که حتما و حتما نه تنها قتل عام 67 بلکه افرادی که در این میان ناپدید شدن، در این میان گروه های دست جمعی وجود داره. دوباره در دادگاه حمید نوری شنیدیم از بسیاری از بعضی از این شاهدین که افرادی رو دیده بودن که با لباس‌های معمولی دستگیر شدن و به زندان اومدن و اونها اعدام شدن. خب این افراد ناپدید شدن. تعداد این افراد و این ارقام در هیچ ثبت نشده، در هیچ زندانی ثبت نشده. اینها تکلیفشون چی شده؟ کجان؟ چه اتفاقی بر سرشون افتاده؟ شاید خانواده‌هاشون فکر می‌کنن گم شدن. میدونین بر همین این مسائل مهمیه که ما بتونیم تمام اطلاعاتی که داریم رو یک به یک جمع کنیم و یک به یک در مراکز بین المللی به ثبت برسونیم تا در آینده بتونیم از اونها استفاده بکنیم و بتونیم در اون جنبش دادخواهیمون، در اون حسابرسی یا عادلانه ازش استفاده بکنیم. بله ممنونم از توضیحاتتون. توی سوال بعدی اینه، توی این کنفرانس از یک عبارتی در مورد همین قتل عام 67 اسم برده شد به نام جنایت ادامه دار. وقتی از نظر حقوقی این عبارت گفته میشه جنایت ادامه دار، این معنیش چی هست؟ چون جنایت در یک زمان و مکان مشخص انجام شده و تموم شده، معنای حقوقی این حرف چی هست؟ من اگه بخوام توی یک کلمه بگم میگم که نمونه خیلی مشخصی داریم، خانم مریم اکبری منفرد که فقط دادخواه اعضای خانواده ای هستش که دادخواه این هستش که بر سر خانواده چه اومده. خانواده ها به طور مستمر مورد خشونت رژیم، مورد حمله و فشار روشون وجود داشته، همینجور مستمرن ادامه پیدا کرده خانواده های قربانیان و یک لحظه قطع نشده. وقتی مادرانی که به خاوران میرن و میخوان برای فرزندانشون سوگواری کنن مورد تعرض قرار میگیرن، مورد حمله قرار میگیرن. نمونه بارزش آقای علی صارمی، مگه ایشون کارش چی بود؟ بخاطر اینکه رفته بود یک سخنرانی در خاوران انجام داده بود، ولی چی شد؟ به اعدام رسید. پس یعنی همینطور ادامه داره و همینطور
به همینطور باید بگم که وقتی که هیچ برخورد بین المللی با این جنایت نمیشه، خب رژیم هم ادامه میده به کشتارهای آیندهش، به سرکوبهای آیندهش. دیدیم دیگه، داریم میبینیم در این سالها در هر جایی که مردم اعتراض کردن از 96، 98، 1400، این رژیم بی‌محابا، چون هیچ دستگاه حسابرسی وجود نداره، انسان‌های بیگناه، جوانان ایران رو به خاک و خون میکشه. برای همین این یک مسئله ادامه دار هستش، یعنی این رژیم یک جا اتفاق نیفتاده تموم بشه، بلکه همینجور ادامه داره و هر لحظه به یک شکلی خودشو نشون داده این جنایت ها و به یک شکل ادامه پیدا کرده. هیچ وقت این رژیم دست از سرکوب، جنایت و شکنجه بر نداشته. بله ممنونم. اجازه بدین در توضیح همین سوال قسمتی از صحبت‌های آقای استفان رات، سفیر پیشین آمریکا برای عدالت کیفری جهانی، رو توی همین کنفرانس بشنویم. بعد من سوال بعدیمو مطرح می‌کنم. استفان رات، سفیر پیشین ایالات متحده برای عدالت کیفری جهانی، در سخنان خود گفت: هیچ روند قضایی در جریان قتل عام 1367 وجود نداشت. اساساً یک تفتیش عقاید بوده است که در آن افرادی که برخی از آنها حتی محکومیت خود را برای جرایم به اصطلاح سیاسی تمام کرده بودند، به طور خلاصه به گونه ای اعدام می شدند که در آن همه حقایق و شرایط، نام قربانیان، محل دفن مخفی نگاه داشته شد. این جنایات علیه بشریت هستند، بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه مردم غیر نظامی آنجا. این افراد درگیری نبودند. حتی نمیتوان گفت که این کار به این دلیل انجام شده است که این افراد مسلمان شیعه نبودند. صادقانه بگویم 90% از قربانیان شیعه بودند. آنچه در این مورد دخیل بود، افرادی بودند که با استبداد مذهبی در ایران مخالف بودند. ما تأثیر معافیت از مجازات را که اساساً در نبود عدالت برای این جنایات رخ داده است، بنابراین ما با رژیمی مواجه هستیم که پس از آن قتل عام به واسطه مسئولیت از مجازات در سال 1398 مرتکب جنایات هولناکی شد و مردمی را که از حقوق خود برای تجمع و اعتراض استفاده می کردند سرکوب کرد. و اکنون این جنایات هولناک عمدتاً علیه زنان از سال گذشته در سال 1401 انجام شده است. خانم نریمان، آقای سفیر استفان رات در صحبتش همونطور که شنیدیم گفتن که قتل عام 67 تفتیش عقیده بود. منظور ایشون چی هست و شما خودتون که در همون سالها در زندان بودید چه مشاهداتی داشتید؟ به چه شکل عمل می شد؟ خب همونطور که خودتون می دونین، یکی از سوالای اصلی این بوده که شما هوادار مجاهدین هستین یا نه؟ خودش تفتیش عقایده و یه غیر از اینه، وگرنه همه این زندانیان که بیشتر از 90% اون کسانی که در سال 67 اعدام شدن از هواداران مجاهدین بودن. این یک حقیقتی هستش که همه اون رو میدونن و همه به اون اذعان دارن. ولی بحث سر مسلمان بودن یا نامسلمان بودن نبوده. البته دوستان چپ ما که در اون همون نقطه در همون دوران اعدام شدن، ازشون این سوال شده و خب اونها به عقاید خودشون استادگی کردن، به حق به عقاید خودشون استادگی کردن و آنها هم سربدار شدن. اما وقتی که به زندانیای مجاهد برمیگردیم، این هستش که ازشون در یک کلمه میپرسیدن که تو هوادار مجاهدین هستی؟ آیا مجاهدین رو قبول داری یا نه؟ و اونها خب بر سر نظرات خودشون ایستادگی کردن و اعلام کردن که بله هستن و اعدام شدن. این خودش یک تفتیش عقاید هستش. بحث اینه که بحث کسانی مسلمانانی هستش که اتفاقا در برابر ارتجاع که آخوندها نمایندش هستن در برابر اون ایستاده بودن. این بحث ارتجاعی که الان این روزها ما به خوبی میفهمیم و لمسش میکنیم و همه مردم اون رو کاملا متوجه میشن، بحثی بوده که
20 و اندی سال 30 سال پیش توی زندان ها مطرح شده و افرادی بودن که به خاطر اعتقادی که داشتن و مبارزه‌ای که می‌دونستن مبارزه با ارتجاع هستش در برابرش ایستادگی کردن و جان خودشون از دست دادن و این چیزی نیست به غیر از تفتیش عقاید. وگرنه افرادی بودن همینطور که آقای راتس هم گفتن، افرادی بودن که اصلاً به دلایل روزنامه فروشی یا حتی روزنامه خواندن دستگیر شده بودن. من یکی از اقوام خودم علی وهابزاده 13 سالش بود و تنها فرزند یک خانواده که دستگیر شد و در زندان گوهردشت 7 سال بعد و هیچ جرمی هم نداشت. این جز از کسانی بود که وقتی پدرش رفته بود به دیدن لاجوردی، لاجوردی بهش گفته بود که من به پسر رحم کردم و یعنی خونش فی سبیل الله هستش. ولی 7 سال بعد علی در زندان گوهردشت سربدار شد و تنها جرمش هم خواندن روزنامه مجاهدین بود، نه حتی فروشش. بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. به من آخرین سوال اعلام کرده، ببخشید توضیحاتتون مونده بود، بفرمایید. صداتون قطع شد. نه خواهش میکنم. بله نه تموم شد. بله میخواستم بگم که این افراد به خاطر عقاید خودشون جونشون رو از دست دادن. بله بله ممنونم. به من آخرین سوال و در پایان اگه ممکنه کمی هم از چگونگی برگزاری کنفرانس نیویورک و تلاش هایی که صورت گرفته توضیح بدید. خب ببینین، از سال 2000 به بعد به طور مشخص رژیم میلیون ها دلار شروع کرد خرج کردن در خیابون های نیویورک و واشنگتن و ژنو که بخواد مسئله حقوق بشر رو واقعا لوس کنه، از بین ببره. و الان گروه های زیاد به اصطلاح حقوق بشری هستن که سر فقط کیس های خاص کار میکنن و هر بار که به مقاومت ایران برمیگرده یا توجیه میکنن یا اینکه سعی میکنن سنگ پرانی کنن یا اینکه حتی بخواد بر علیهش کار بکنن انجام میشه. شما در نظر بگیم با یه همچین توانی که وجود داره، افراد حامی این مقاومت باید چقدر سخت کار بکنن تا بتونن با تمام گروه ها، افراد، کارشناسان صحبت بکنن، ملاقات بکنن، همه رو توضیح بدن و بخوان یک به یک حقایق رو افشا بکنن. کار بسیار سختی بوده و هست، البته الان خیلی بهتر شده، ولی واقعا یک موقعی بود که به سختی میشد حتی با یک نفر ملاقات گرفت. من به خوبی به خاطر دارم که ما چقدر برای ملاقات های متفاوت به نیویورک میرفتیم، میموندیم هفته ها که بتونیم ملاقات بکنیم و در رابطه با جنایات رژیم صحبت بکنیم. شما در نظر بگیرین یک همچین کنفرانسی با چنین وزنه حقوقی و افرادی که درش حضور داشتن چقدر سخت هستش که بخوای براش کار کنی و بیاری. ولی به خاطر اینکه همه ما ایمان داریم به آزادی ایران و اون دستاندرکاران که واقعا از همه چیزشون گذشتن و شبانه روز بر علیه این رژیم کار میکنن برای افشای حقایق، برای اینکه ثبت حقایق، واقعا با سختی این کنفرانس برقرار شد. و البته من باید بگم من خیلی خوشحال بودم که بسیار چهرهای بسیاری رو دیدم از نمایند از سازمان‌های متفاوت و کشورهای متفاوت که اونجا نشسته بودن و با دقت گوش می‌کردن و با دقت دنبال می‌کردن. یکی از حاضرین حتی گفتش که من صدای شماها رو شنیدم، قبلا هم شنیده بودم و مطمئن باشین که براش می‌جنگم و فعالیت می‌کنم. پس این به سادگی به دست نمیاد مگر اینکه ساعت‌ها و ساعت‌ها و روزها براش کار بشه، کاری که بدون چشم داشت و خالصانه و مخلصانه بر اساس ایمان به یک راه باشه. و این چیزی هستش که ما در این مقاومت یاد گرفتیم که با ایمان خودمون میتونیم ببریم جلو. و باید بگم وقتی که آقای مسعود رجبی میگن که کس نخارد پشت من جز انگشت ناخن من، واقعا اینجاست، در این جا هستش که واقعا با کوها کنده شد و کوها جا به جا شد و این مبارزه ادامه داره و ادامه خواهد داشت تا روزی که تمام سرانی که این جنایات ها رو
انجام دادن یک بیت به پای میز محاکمه عادلانه کشیده بشن و برای همیشه در تاریخ ایران و در تاریخ دنیا ثبت بشه. ممنونم از شما خانم نریمان که در برنامه امروز فراسو شرکت کردید. با تشکر از شما که به من این فرصت دادین و با درود به تمام بینندگان شما. خیلی ممنون. بینندگان گرامی، سپاسگزارم که ما رو در برنامه فراسو همراهی کردید. امیدوارم که باز هم در برنامه‌های بعدی فراسو همراه ما باشید. خدا نگهدار همگی.